درود و وقتتون بخیر بینندگان عزیز. ضمن تبریکی سال جدید و آرزوی بهروزی، آزادی و آبادی کشور، از شما دعوت میکنیم که بیننده تازه ترین تحولات و رخدادهای تازه افغانستان و جهان از چینل تاپ سیکرت با ما همراه باشید. از مرز افغانستان و پاکستان خبر میرسد که گاه گاه صدای فیر و درگیری نیز به گوش میرسند. طالبان می گویند که آنان نیروهای زیادی را در مرز جابجا کردند و تصمیمشان این است که اگر کوچکترین تحرک صورت گیرد وارد خاک پاکستان خواهند شد. آنان افزودند که دیورند مرز نیست و نیروهای طالبان در صورت ادامه تنش از سوی پاکستان تصمیم گرفتند تا رسماً از خط دیورند به سوی داخل پاکستان پیشروی کنند. این گفته ها از سوی عبدالحمید خراسانی نیز تایید شده و وی گفته است که یکی از قوی ترین فرماندهان نظامی پاکستان توسط نظامیان طالبان کشته شده است. اما خبیثای کتیش که به نام ویژه رسه حرام شدن. طالبان تانک های ویژه ای را هم در مرز جابجا کردند. در همین حال گزارش های هم وجود دارد که پاکستان با عده ای از مقامات مخالفین طالبان نشست محرمانه ای را هم انجام دادند. اینکه افراد کیها می باشند تا کنون جزئیاتی منتشر نشده است. منابع می گویند که مقامات پاکستانی در صدد پیدا کردن بدیل در مقابل طالبانند و می خواهند تا آنها را حمایت و تجهیز کنند. جزئیات بیشتری در این مورد در دست نیست. در همین حال محسن رضا نقوی وزیر داخلی پاکستان روز سه شنبه گفته که تمام مهاجران غیر قانونی به شمول مهاجران افغان که در پاکستان به سر می برند باید به کشورشان برگردند. مقام های پاکستانی اعلام کردند مرحله دوم اخراج مهاجران افغان کمتر از یک ماه دیگر آغاز می شود. همچنین حکومت ایالت خیبر پختونخوا که در کنترل حزب تحریک انصاف است، خواهان انتقال عمران خان نخست وزیر سابق از زندان آدیالای راولپندی به زندان خیبر پختونخوا شده است. این درخواست در واکنش به ممنوعیت دیدارهای عمران خان به دلیل تهدیدات امنیتی مطرح شده است. همزمان با این جنرال کنت مکنزی رئیس پیشین فرماندهی مرکزی آمریکا میگوید که مقامهای دولت آمریکا مسئول وضعیت فاجعه بار در افغانستان هستند نه ارتش ایالات متحده. وی افزوده که وضعیت آشفته در افغانستان و کشته شدن سربازان آمریکایی در میدان هوایی کابل ناشی از سیاستهای نادرست حکومت ایالات متحده بود. وی افزوده است که ترامپ و بایدن مسئول اصلی این وضعیت می باشند. در همین حال جنرال مارک میلی رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا گفته است که پیشنهاد حفظ 2500 نیروی آمریکایی در افغانستان را داده بود اما پذیرفته نشد. وی تصریح کرده است پیشبینی می کرد که حکومت افغانستان سقوط می کند. میلی خاطر نشان کرده است که ما نتوانستیم یک دولت بسازیم و این یک ناکامی راهبردی ما است. مارک میلی رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا به کنگرس علاوه کرده و گفته است که اگر غنی مانند زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کشور باقی می ماند شاید ارتش افغانستان تا پای جان جنگ می کرد. او افزوده که غنی و کابینش به جز یک نفر که پنجشیر رفت سوار هواپیما شدند و رفتند. وی همچنان گفته است که موافقت نامه دوحه روحیه حکومت و ارتش افغانستان را شکست. او گفته که حکومت ترامپ درباره موافقت نامه دوحه با او و دیگر نظامیان ارشد مشوره نکرده بود. همچنین پلیس آلمان دو شهروند افغان را به اتهام برنامه‌ریزی حمله در نزدیکی پارلمان سویدن بازداشت کرده است. به گفته پلیس ابراهیم و رامین از شهروندان افغان روز سه شنبه 29 هود بر اساس حکم دادگاه از شهر گرا واقع در ایالت اورینگن بازداشت شدند. به گفته پلیس این دو تن از سوی شاخه خراسان داعش مأمور به انجام حمله در نزدیکی پارلمان سویدن شده بودند.
ABC نیوز به نقل از پلیس آلمان گزارش داده است که این دو شهروند افغان از سال 2023 به این سو حامی فکری گروه داعشی بودند و ابراهیم در ماه آگوست گذشته به شاخه خراسان داعش در این کشور پیوسته بود. بر پایه اطلاعات تابستان سال گذشته داعش به ابراهیم دستور داده بود که در واکنش به سوزاندن قرآن حمله ای را در سویدن انجام دهد. آنون همچنان برای کمک به یکی از اعضای زندانی داعش در شمال سوریه 2000 یورو پول جمع‌آوری کردند. در همین حال نانسی فایزر وزیر امور داخلی آلمان گفته است که این کشور قاطعانه برای جلوگیری از حملات اسلامگرایان عمل می‌کند. فایزر افزوده است تهدید تروریسم اسلامی همچنان حاد است. در همین حال مقام‌های محلی طالبان در خوست می‌گویند که دو غیر نظامی از سوی تفنگداران ناشناس در این ولایت به قتل رسیدند. این حادثه در منطقه شبیخیل از مربوطات ولسوالی اسماعیل خیل و مندوزه این ولایت رخ داده است. طبق خبرنامه قربانیان با هم قرابت نیز داشتند و با شلیک گلوله به قتل رسیدند. فرماندهی امنیه طالبان افزوده است که تلاش‌ها برای بازداشت عاملان این رویداد جریان دارد. همچنین اتحادیه اروپا گفته است که در همکاری با سازمان اقدام علیه گرسنگی برای حمایت از جوامع آسیب پذیر در ولایت‌های غور، دایکندی و بدخشان 5 میلیون یورو کمک می‌کند. به گفته این نهاد بیش از 26 هزار تن در افغانستان زیر پوشش این کمک‌ها قرار خواهند گرفت. طبق خبرنامه اجرای این پروژه زندگی کسانی را که با مشکلات سوء تغذیه، ناامنی غذایی و کمبود منابع برای کشاورزی دچار هستند تفاوت ایجاد خواهد کرد. همزمان با این جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و همسرش جیل بایدن در پیامی با عبارت عید شما مبارک نوروز را تبریک گفتند. در این پیام آمده که جوامع ساکن ایالات متحده با گرد هم آمدن در این روز این جشن را به بخشی از شادی بخش فرهنگ آمریکا تبدیل کردند. در همین حال عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان در دیدار با سفیر و فرستاده ویژه ایتالیا برای افغانستان گفته که طالبان خواهان روابط نیک با اروپا است. نمایندگان ایتالیایی هم گفتند که ایتالیا می خواهد در پروژه های صحی و آبرسانی در افغانستان مشارکت کند. از سوی هم خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان از بازسازی آرامگاه زرغون آنا مادر احمد شاه عبدالی در منطقه کوهک ولسوالی ارغنداب در قندهار خبر داده است. کار ترمیم این آرامگاه با هزینه 11 میلیون افغانی از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان حدود 2 ماه پیش آغاز شده است. دوستان عزیز به پایان برنامه کنونی رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. بینندگان عزیز شما نیز دیدگاه‌ها و نظریاتتان را با استفاده از کامنت‌ها با ما در میان بگذارید. تا برنامه‌های بعدی الله یار و نگهدارتان باد.